سلام خدمت دوستان عزیزم، مهنوش هستم با یک ویدیو جدید در خدمت شما دوستان عزیز. همینطور که در پیج اینستاگرامم هم خدمتتون قول داده بودم، قرار بود در این ویدیو در خصوص بحث پناهندگی و شنیده های من از بحث قوانین جدیدی که مورد بحث قرار گرفته در این کشور توضیحاتی خدمتتون بدم و در پیج اینستاگرامم این وعده رو خدمتتون داده بودم. امروز اومدم و در این ویدیو میخوام یه توضیحات خیلی مختصری در این زمینه خدمتتون بدم، امیدوارم که براتون مفید باشه. اول ویدئوم باید ازتون خواهش کنم، اگر که ویدئوهای منو دنبال میکنید، دوست دارید، میبینید، لطف کنید برای بهتر شدن کیفیت این کانال و ویدئوهایی که براتون تهیه میکنم نظراتتون رو برام بنویسید، کامنت برام بذارید. اگر از اینستاگرام میان که ازتون یک دنیا سپاسگزارم، میدونم دوستان عزیز من هستید که اونجا هم به من وفادارید و همیشه مهر و محبتتون در اینستاگرام برای من بوده. اینجا هم لطف کنید اگر کامنتی دارید، مطلب خاصی هست که کمک میکنه به من برای اینکه این کانال بهتر جلو بره و مطالبی که مورد نظرتون مطرح بشه برام بنویسید. و اگر که خب فقط میبینید و سابسکرایب نمی کنید، ازتون ممنون میشم که این لطف رو هم بکنید تا به من انگیزه بده در رابطه با این مطالب خدمتون صحبت کنم، چون حقیقتا کانال یوتیوب من یک کانال کاملا شخصیمه و زندگی خودم، خاطرات خودم برای خودم اینجا ثبت میشه. اما وقتی بدونم که شما هم علاقه مندین، من رو دنبال میکنید و به مطالب اینجوری اهمیت میدید، خب قطعا در لابلای ویدیوهای خانوادگی خودم و خاطرات خودم این مطالب رو هم براتون میگنجونم و از این مطالب صحبت میکنم. چنانچه در چند ویدیو قبلی من هم در رابطه با قوانین قدیم اقامت و شرایط اقامت در قبرس براتون صحبت کردم، هم تغییر قوانین با اینکه رئیس جمهور این کشور عوض شد و قوانین خیلی تغییر کرد. ازتون ممنون و متشکرم از همراهیتون. دوم از این، مثل همیشه بعد در شروع صحبتام بهتون بگم که من اصلا وکیل حقوقی نیستم، شرکت مهاجرتی ندارم و اطلاعات و دانسته های من صرفا از جاهایی که میشنوم، اما منابع موثق، چون من هر گفته و شنیده ای رو به هیچ عنوان دوستان میدونن، نه در پیج اینستاگرام هم میارم میذارم و نه در یوتیوب هم مطرح میکنم، تا زمانی که مطمئن نباشم، خودم مستقیما نشنیده باشم از مراتب زیسلا، هرگز عنوان نمی کنم. چیزی هم که امروز میخوام بهتون بگم از همین الان خدمتون عرض میکنم که من نه اصلا علاقه ای دارم در رابطه با بحث پناهندگی براتون توضیح بدم، بر اینکه اصلا خودم راجع به این قضیه زیصلاح نمیدونم و علاقه هم ندارم نه کسی رو تشویق کنم به بحث پناهندگی و نه تکسیب کنم این قضیه رو و بخوام خدایی نکرده اهانتی بشه به دوستان عزیزی که این راه رو برای مهاجرتشون در پیش گرفتن. من اصلا در جایگاهی نیستم که این تشخیص رو بذارم. من فقط اینجا دوستانه میشینم، توصیه هایی که فکر میکنم بر اساس تجربهی که بیش از 10 سال حضورم بیرون از ایران به دست آوردم، شاید براتون بگم، براتون مفید باشه برای راهی که در پیش دارید. در خصوص بحث پناهندگی من تا به امروز هیچ توصیه‌ای ندادم، هیچ صحبتی هم نکردم، چون علاقه ندارم راجع به این مقوله وارد بشم. انقدر مسائل مختلف ازش شنیدم، انقدر مسائل ناراحت کننده ازش دیدم و شنیدم، چه برای کشور قبرس چه برای کشورهای دیگه، دلم نمیاد و وجدانم رضایت ندارم از اینکه راجع به این مقوله اصلا پستی بذارم. اما استثنا این یه ویدیو رو تهیه کردم فقط به خاطر مطلب جدیدی که راجع بهش شنیدم. در رابطه با صحت و سقمش اصلا تاییدی ندارم، فقط شنیدم، اونم به واسطه حضورم در اداره مهاجرت نیکوزیا قبرس از چند نفری که اونجا بودن، حالا وکیل دادگستری بودن، وکیل حقوقی بودن، در امر مهاجرت کار میکردن و میدونم که این فعالیت رو دارن و از یکی دو نفر جست گریخته از کسایی که با افسرهای اداره مهاجرت همکاری دارن، این مطلب رو شنیدم. برای همین گفتم شاید گفتنش خالی از لطف نباشه،
فقط این صحبت من رو بشنوید، اینکه با قاطعیت بخوام بهتون بگم اصلا اینجوری نیست، چون من هنوز قانونش رو ندیدم و اگر قانونی در این رابطه باشه قطعا شما باید از وکلای حقوقی سوال کنید. ولی من اینو فقط بهتون به عنوان یک شنیده میگم که اگر چنین تصمیمی دارید برای اومدن به کشور قبرس، پس ذهنتون این مطلب رو داشته باشید و یه بررسی راجبش بکنید، مطمئن بشید که اصلا این حرف صحت داره نداره و بعد اقدام بکنید، فقط برای اینکه بدونید و راجبش فکر کنید، وگرنه اصلا من راجبش هیچ مهر تاییدی نمیزنم. به هر حال من در رابطه با شرایط اقامت قانونی صحبت کردم، باز هم خواهم کرد، چون قطعا بحث قانونی به همه اینها ارجحیت داره. هممون هم اینو میدونیم و فکر نمی کنم کسی باشه که در ذهنش اینو نپذیره که از راه قانونی وارد یک کشور شدن براش بسیار مفیدتر و موثرتره تا خدای نکرده از راه های غیر قانونی و یا حتی پناهندگی که براش بسیار دردسرساز. اما در رابطه با پناهندگی فقط همین یه ویدیو رو میذارم و خواهش میکنم که اگر باز هم در رابطه با این قضیه سوالی چیزی دارید فقط از وکلای قانونی سوال کنید و به عقل و درایت خودتون مراجعه کنید. میدونید که خب کشور قبرس، کشور جمهوری قبرس یا حالا به قول جمهوری قبرس جنوبی یا قبرس اروپایی یا قبرس یونانی، حالا به هر اسمی که این کشور رو میشناسید، پناهنده بسیار زیاد اینجا مراجعه میکنه و خیلی پناهنده دارن، برای اینکه این کشور یک کشور جزیره‌ای در وسط دریای مدیترانه قرار گرفته و یه جوری برای کسایی که از جنوب کره زمین میان، از جنوب این قاره اروپا میان، کشورهای آفریقایی و کشورهایی که از آسیا میان، آسیای غربی یا حتی از آسیا جنوب شرقی، کشورهای هند، بنگلادش و خیلی کشورهای دیگه از اون منطقه، عموما میان امتداد به قبرس، برای اینکه خب این یه پلیه بین آسیا و آفریقا تا اروپا و اولین مسیرشون به اینجا میرسه. یعنی وقتی میخوان گذر کنن برای پناهندگی، طبیعتاً چون از دریا گذر میکنن، اولین خشکیشون قبرسه و در خیلی از موارد همینجا میان و تقاضای پناهندگی میدن. از طرف ایران هم خب خیلی زیاد ایرانی های عزیزی هستن که حالا با توجه به درایت خودشون نسبت به شرایط زندگی راه پناهندگی رو انتخاب میکنن و به این کشور میان. اینجا بسیار بسیار متوازی پناهندگی داشته تا سالهای اخیر و همین ازدهام زیاد پناهندگی باعث شده که رسیدگی به این پرونده ها بسیار سخت و دشوار باشه. الان میتونم با جرأت بهتون بگم من از خیلی از عزیزانی که تو کانال‌های ایرانی میان و از عزیزان پناهنده هستن میشنوم که طرف 5 سال، 6 سال، بعضن 7 سال، 8 ساله که اینجاست و هنوز به تقاضاش رسیدگی نشده و همینجور بلا تکلیف مونده که آیا قرار دیپورت بشه، آیا قرار جواب موافقت بگیره. همینجور رو هوا داره زندگی میکنه، هیچ مزیتی هم بهش داده نمیشه، چون اگر قرار باشه مزایایی به پناهندهی داده بشه، بعد از قبولیش و بعد از اینکه اون قبولی پرونده پناهندگیش رو میگیره اون مزایا بهش داده میشه، تا قبل از اون هیچ مزایایی بهش داده نمیشه. حالا اگر اسم اون رو مزایا البته بذارید، حالا میگم بحث مزیت ها نسبیه، حالا اون 200 خورده یورو، 300 یورویی که بهش بخوان ماهیانه کمک مالی کنن تا زمانی که شخص کار پیدا کنه، یا اگر قراره چک اجاره‌ای بهش بدن تا زمانی که بتونه کار پیدا کنه و خودش اجاره‌هاش رو بده، قراره ارزاقی بهش بدن، حالا ربی، روغنی، برنجی، چیزی که بهشون بخوان ماهیانه یا هر 2-3 ماه یک بار بهشون بدن، به هر حال هر چیزی که قراره بهشون تعلق بگیره تا زمانی که مجوزشون نیاد و قبولی پناهندگیشون نیاد، اینها هم بهشون تعلق نمیگیره و این فرد بعد
باید با بودجه خودش بمونه، ماها و مدت طولانی در کمپ ها بمونه که خب به هر حال میدونید شرایط کمپ ها اصلا شرایط خوبی نیست، اصلا شرایط استانداردی رو نداره. به خصوص حالا من در رابطه با قبرس میدونم، اونم خودم از نزدیک ندیدم، دوستانی که میرن و از اونجا فیلم تهیه میکنن میگیرن و تو کانال ها میذارن، ما میبینیم که اصلا شرایط خوبی نداره، چادرها برپاست و چادرها اصلا شرایط بهداشتی خوبی نداره. دوستان عزیز ما دائما تقاضای پتو دارن در سرمای اینجا، تقاضای بخاری دارن در طول فصل سرما، یا شرایط گرما براشون غیر قابل تحمله، بیماری های پوستی، بیماری هایی که در فصل گرما اینجا بسیار شایع است، مشکلاتی که توی زندگی توی اون کمپ ها دارن، برای اینکه خب تعداد زیادی از دوستان ما از کشورهای دیگه میان، از کشورهای آفریقایی، از کشورهای آسیایی. این تفاوت نژادها، تفاوت فرهنگ ها، تفاوت رنگ پوست ها باعث ایجاد اختلاف بینشون میشه، بعضا دعواهای ناگواری صورت میگیره، کار به خشونت میرسه، کشته میدن، شلیک میکنن، چاقو کشی دارن و متاسفانه از این مسائل توی کمپ هایی که در قبرس وجود داره به کرات رخ داده، تا جایی که پلیس اومده وسط، دولت اومده وسط. مردم اون منطقه بسیار شاکی بودن و از دولتشون خواستن که هر چه زودتر اون کمپ ها رو جمع کنن، برای اینکه امنیت منطقه رو به هم ریختن و و و حالا خیلی مسائل دیگه که در کمپ های پناهندگی وجود داره، که حالا اگر کسی واقعا از زندگی در اونجا سربلند بیرون بیاد، با توانایی خودش، مشکلی براش پیش نیاد، از نظر روحی کمتر آسیب ببینه و از اون کمپ بیاد بیرون، مجوز پناهندگیش رو بگیره، حالا تا زمانی که به هر حال کار هنوز پیدا نکرده یه جیره ای رو دولت براش در نظر میگیره بهش میده، که قطعا کفاف زندگیش رو نخواهد داد، چون میدونید من بارها گفتم حداقل اجاره در کشور قبرس، حداقل اجاره اگر در دورترین قسمت جزیره باشید، در خونه هایی باشید که بالای بر 30-40 سال قدمت ساخته و ساخت دارن و اصلا شرایط اوکی ندارن، به هر حال این منطقه رطوبت زیاده، دریاست، باید حتما از سطح زمین یه مقداری ارتفاع داشته باشید برای زندگی، طبقات پایین تر، رطوبت بیشتر، مشکلات تنفسی، آلرژیک، به هر حال این چیزها هست. حالا اگر قدمت این خونه بالاتر هم بره، به مراتب مشکلات بیشتری براتون به وجود میاد. اما اگر بخواید واقعا این شرایط رو بپذیرید، دیگه در دور افتاده ترین منطقه یک خونه یک خوابه یا یک استودیوی قدیمی کهنه میتونید با 400 یورو، 350، 370، 450 یورو پیدا کنید، که میگم تازه بسیار دشوار، یعنی این اجاره ها رو خیلی سخت گیر میارید، خیلی باید بگردید تا یه همچین ملکی با یه همچین اجاره ای پیدا کنید، که خب به هر حال با اون پولی که دولت میخواد بهتون بده و حمایتتون کنه، خب خیلی سخته دیگه، به هر حال بپذیرید که واقعا سخته شرایط. و بعد از اون بعد دنبال کار بگردید تا به حال کارهای ساختمانی، کارهای تأسیساتی، کارهای اینجوری پیدا کنید که خیلی هاشون دوام ندارن، خیلی ها روزانه هستن، فصلی هستن، شغلایی که به فراخور فصل اینجا وجود داره، به حال کم و زیاد میشه اون شغلتون، زمستون‌ها یه شغل بد داشته باشید، تابستان‌ها یه شغل دیگه پیدا کنید، خب این کارو براتون خیلی سخت میکنه، ولی به حال این شرایط رو خواهید داشت اگر تازه موافقت بشه با کیس پناهندگیتون، که اگر موافقت نشه قطعا دیپورت میشید و باید برگردید با اولین پرواز. اما در این که چه تغییراتی کرده این شرایط پناهندگی و پذیرشش، خب میدونید الان نزدیک به 1.5 سال، حالا نزدیک به 2 سال دیگه کم کم میرسه که از زمان جنگ اوکراین و روسیه گذشته. تا قبل از اینکه این جنگ رخ بده، اینجا به خاطر تقاضای بالای پناهندگیش کیس ها میگم 5 تا 10 سال منتظر جواب میموندن تا به نوبت بهشون رسیدگی بشه.
اما از بعد از این اتفاق به خاطر سیل جمعیت پناهندگانی که از کشور اوکراین متاسفانه به قبرس وارد شد و اون بندگان خدا به هر حال شهر و زندگی و کشورشون رو مجبور شدن ترک کنن به خاطر جنگی که بهشون تحمیل شد و چاره دیگه ای نداشتن برای نجات جانشون و بقاشون باید این کارو میکردن، یکی از کشورهای مورد نظرشون قبرس بود، چون قبرس با همه کشورها رابطه دوستانه داره، به خصوص با کشورهای روستبار، چه روسیه چه اوکراین و سایر کشورهای دیگه یا کشورهای اسکاندیناوی. به خاطر همین خب سیل جمعیت از اونجا اینجا اومد، یه سری پناهندگی گرفتن، یک سری قانونی اینجا اقامت گرفتن، یک سری اعضای بیزینس اومدن اینجا ویزا گرفتن و این سیل جمعیت باعث شد که روال کار از دست دولت قبرس خارج بشه. یعنی اصلا از اون اندازه‌ای هم که داشتن کار میکردن و خیلی طول میکشید، چون اصلا پروسه کارهای اداری در یونان و قبرس بسیار طاقت فرساست و یه صبر عیوب میخواد که شما یه کار اداری داشته باشید و بخواد به پروندهتون رسیدگی بشه، به خاطر همین همینجوری هم طول میکشید و فکر کنید این جمعیت اومد و حالا این پرونده ها هم باید جمع میشد رو پرونده های قبلی، به خصوص پرونده های حالا هم پناهندگی هم خب بحث اقامتی. این شد که خب خیلی کارا طول کشید و الان بیش از پیش هم طولانی تر شد رسیدگی به تقاضاها و همچنین کیس های پناهندگی. همین که دیپورت زیاد شد، برای اینکه اینها اولویت رو گذاشتن رو پذیرش پناهندگان اوکراینی و به هر حال این حق رو به اونها دادن که به خاطر شرایط جنگی طبق قوانین سازمان ملل اون کسی که جانش در خطره و باید به اون پناهندگی داده بشه باید بیاد و در این کشور تقاضای پناهندگی بده و موافقت بشه. اینه که خب به هر حال کیسای دیگر رو کم کم شروع کردن به دیپورت، چنانچه تا قبل از 2023 چیزی بالغ بر 5000 کیس پناهندگی رو دیپورت کردن و فرستادن به کشورهای خودشون. این از بحث اول به خاطر تغییراتی که شد و بسیار بسیار دارن دیپورت میکنن. حالا شما فکر کنید اونایی که دیپورت شدن کسایی بودن که مثلا 4-5 سال پیش تقاضا داده بودن، وای به حال کسایی که در طول 2022-2021 و اینها اومده بودن و کیسای جدید بودن. قطعا اونها دیپورت میشن اگر که دلایل متقن نداشته باشن برای پذیرششون. به هر حال اونها رو دیپورت کردن و همچنان این دیپورت ادامه داره. این یه بخش بود. حالا شما حساب کنید امروز که من دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم و آپلود میکنم و داغ داغ میذارم در کانالم، در دو روز گذشته جنگ اسرائیل و غزه رخ داده و باز هم به خاطر اینکه قبرس پیوند بسیار عمیقی با کشور اسرائیل داره و خیلی از اتباع اسرائیلی در این کشور زندگی میکنن که بیزینس ملک دارن و اکثر خونه هایی که اینجاست و اجاره داده میشه اونرهاشون مالکانشون اسرائیلی هستن و اینها بسیار رابطه خوبی با اسرائیلی ها دارن، به محض این 48 ساعت جنگی که در اسرائیل رخ داد با غزه سیل پناهندگان از اسرائیل به سمت قبرس روانه شد و در طول این دو روز گذشته امروزی که من دارم برای شما این ویدیو رو میذارم فرودگاه لارناکا مملو از اسرائیلی هایی بود که از کشور اسرائیل به اینجا اومدن و تقاضای پناهندگی دادن و باز هم اولویت به اینها رسیده برای پذیرش پناهندگیشون، پذیرش اقامتشون و به همین ترتیب شما حساب کنید که بقیه کشورهایی که در این کورس رقابتی برای گرفتن جواب مثبت هم برای ویزاهای قانونی هم برای پناهندگی بودن کاملا دیگه از دست این قضیه خارج شدن، از این رده خارج شدن و باز اولویت به اسرائیلی ها رسید. این دو مقوله که الان خدمتتون عرض کردم که حالا این کاملا داغ و جدید بود و بروز بود که اگر همین امروز ویدئوهای منو ببینید قطعا براتون ملموس شرایط، همه اینها رو بذارید یک طرف قضیه، باز هم مبحث دیگه یعنی سومی موردی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اینها دیگه دنبال یک دلایل بسیار بسیار متقن هستن برای پذیرش کیس پناهندگی. حالا تا دو سال گذشته دوران کرونا و قبل از اون هم خیلی راه می اومدن
دوستان عزیزی که می اومدن اینجا، من در رابطه با هموطنهای خودم صحبت میکنم، حالا نه پناهندگان کشورهای دیگه. پناهندگان ایرانی عموما افرادی که کیسشون باش موافقت میشد، خب دو دسته بودن. دسته اول که بیشترین گروه رو تشکیل میدن، افرادی بودن که تغییر مذهب دادن. به محض ورودشون به قبرس به کلیسا رفتن، تغییر دین دادن و مسیحی شدن و با گرفتن نامه‌ای که از کلیسا می‌گرفتن به اداره مهاجرت می‌رفتن، یعنی به اداره پناهندگی می‌رفتن، عذر می‌خوام نه مهاجرت، و بعد از رفتن به اداره پناهندگی تقاضاشون رو میدادن و میگفتن که طبق قوانین ایران به خاطر اینکه ما دینمون رو تغییر دادیم مرتد حساب میشیم و حکممون اعدامه و بنابراین ما نمیتونیم برگردیم کشور خودمون. و خب اونها هم چون این قانون رو میدونستن موافقت میکردن با این افراد و بهشون پناهندگی میدادن. خیلی از عزیزانی که اینجا هستن و پناهنده هستن به دلیل همین تغییر دین تونستن پناهندگی بگیرن. دسته دومی که اینجا پناهندگی گرفتن پناهندگان سیاسی بودن، خب کسایی که اومدن اینجا و مدارکی نشون دادن، حالا مدارک خیلی هم جفت و جور نبود، خیلی هم قانونمند نبود، ولی به هر حال یه مدرکی جور کردن و نشون داده بودن که به خاطر مسائل سیاسی فعالیت‌هایی که دارن، حالا یک بار بازداشتی داشتن، حتی یه بازداشت 24 ساعته و خب به هر حال براشون امنیتی نداره، حضورشون در ایران براشون دردسرسازه و بعد تونستن که پناهندگی بگیرن. حالا خیلی ها در خیلی از تظاهرات هایی که خارج از ایران برگزار شده شرکت کردن، در راه پیمایی ها عکس و فیلمی از خودشون میگرفتن و ارائه میدادن و میگفتن که خب ما تو این راه پیمایی ها شرکت کردیم، چهرمون شناخته شده است، اگر برگردیم ایران با ما برخورد قانونی میشه و امنیت جانی نداریم و باز هم به درخواستشون رسیدگی میشد. اما چیزی که باز من شنیدم که در ابتدای صحبت هم گفتم در اداره مهاجرت، حالا توسط جست گریخته از دوستانی که کار پناهندگی یعنی مهاجرت میکردن ولی اطلاع داشتن از بحث پناهندگی، میگفتن که اینطور شایع شده، باز هم تاکید میکنم شایع شده، نمیخوام بگم قانونمند، به گوش دولت قبرس رسیده که حالا شاید این رو هم من میگم بهانه کردن برای اینکه بخوان راحت تر دیپورت کنن پناهنده ها رو، گفته شده که دولت ایران داره مماشات میکنه با افرادی که تغییر دین دادن و کمتر روی بحث اعدام روی اینها داره مانور میکنه، صحبت هایی شده که باهاشون مماشات کنید، اینها گول خوردن، اشتباه کردن، حالا میخوان برگردن وطن، مشکلی نداره، ما باهاشون کاری نداریم، حالا نهایتا مثلا حکم اعدام رو در رابطه با بعضیاشون کنسل میکنیم، حالا زندانی دارن، زندانیشون رو حالا با پول یا هر شرایط دیگه میخرن یا یه دوره کوتاهی رو میگذرونن. به حال یه همچین شایعه‌ای رو اینجا انجام دادن و حالا یا اینجا یا در تمام جامعه بین‌الملل که به گوش اینها رسیده و اینها یه جورایی مردد شدن به اینکه دیگه افراد با تغییر دین اینجا بتونن پناهندگی بگیرن. حالا میدونید که در قوانین اسلامی در ایران قطعا اونهایی که میخوان یه همچین اقدامی کنن حتما میدونن و دوستانی که خودشون وکیل حقوقی هستن و خیلی بهتر از من این چیزا رو میدونن که خب به هر حال ما دو جور در ایران مرتد داریم دیگه، افرادی که مرتد ملی هستن و افرادی که مرتد اصلی به حساب میان، یعنی افرادی که پدر و مادرشون مسلمونن و خود ایشون هم اون شخص هم باید حتما اسلام رو پذیرفته باشه اما بعد میاد و تغییر دین میده. خب برای این افراد حکم اعدام هست با توجه این که پدر و مادر مسلمان هستن و این فرد نباید اسلام رو نمیپذیرفته و بعد تغییر دین داده، که این مقوله همینطور که من به حال شنیدم از دوستانی که وکیل حقوقی هستن گفتن که اگر زن باشه اعدام نمیگیره، مرد باشه اعدام میگیره، زن باشه زندانی داره
و اگر هم مرتد ملی باشه که کسیه که مثلا پدر و مادرش اصلا مسلمون نبودن، خودش تشخیص داده که اسلام رو قبول کنه و به دین اسلام گرویده ولی بعد از چند سال تصمیمش عوض میشه، نمیخواد و دوباره میخواد برگرده به دین خودش، که حالا برای اون هم شرایط اعدام و حکم مرگ وجود نداره. شرایط دیگه ای که حالا از حوصله این بحث خارجه، خیلی هم من متخصص در این امر نیستم، اگر میخواید خودتون پیگیری کنید قطعا متوجه میشین. به هر حال چون این مسائل رو کاملا اینها میدونن و روی این قوانین کاملا هوشیار هستن، قبلا این قضیه رو میپذیرفتن. الان ما این شایعه‌ای که شده یکم مردد شدن روی این قضیه که شاید واقعا دولت ایران روی افرادی که تغییر مذهب دادن داره مماشاتی میکنه، که حالا چون اصلا در ایران همچین چیزی مطرح نشده و ما میدونیم حکم قاطع اعدام هست برای افرادی که این تغییر مذهب رو میدن، اما با شایعه‌ای که اینجا درست کردن خب طبیعیه که اینا هم تحت تاثیر قرار میگیرن، حالا تا بخوان برن از چند و چون این ماجرا با خبر بشن، بفهمن شایعه بوده نبوده، صحت داره نداره، زمان طولانی تر زمان لازم دارن. با توجه به اینکه بسیار هم گرفتار شدن با این دو تا جنگی که رخ داده، قطعا خیلی حوصله‌شون هم خارجه که بخوان روی این بحث شایعه و این مسائلی که شده بیان بررسی کنن. خیلی راحت یه مهر دیپورت میزنن و فرد رو برمیگردونن. باز هم میگم نه 100%، من این حرفایی که به شما میزنم هیچ کدومش 100%ی نیست، اتفاقات و احتمالاتیه که ممکنه رخ بده و من فقط اینا رو به شما میگم برای اینکه گوشه ذهنتون این مطالب رو داشته باشید و با احتیاط اقدام کنید اگر که خواستتون خواسته پناهندگیه. به هر حال خستتون نمی کنم، ویدیو طولانی شد، از حوصله‌تون ممکنه خارج بشه، ولی اینها مطالبی بود که لازم بود در خصوص بحث پناهندگی خدمتتون بگم که یه مقداری با احتیاط رفتار کنید. الان اینا مدارک قاطع میخوان، اگر میخواید از طریق کیس سیاسی بیاید اینجا، اینا دیگه یه سند و مدرکی میخوان که واقعا جونتون در خطره، یعنی حکمتون حکم اعدامه و شما تونستید غیر قانونی از مرز فرار کنید، نه راه قانونی. قطعا کسی که با پاسپورت و با ویزا و با هواپیما وارد این کشور میشه و بعد میره تقاضای پناهندگی میده و میگه جونم در خطره، اینها قبول نمی کنن. طبیعیه، چون میگن فرد با پاسپورت اومده، ویزا گرفته، پس این آدم در کشور خودش مشکل غیرقانونی نداشته، مشکل قانونی نداشته برای خروج از کشور و جونش در خطر نبوده، تحت ترغیب نبوده، و چجوری اومده اینجا و داره تقاضا میده. بر همین به هیچ عنوان اینها را قبول نمی کنن و باید حتما مسئلتون کاملا قانونمند باشه، یعنی باید به اینها ثابت بشه که شما واقعا جونتون در ایران به خاطر فعالیت‌های سیاسی یا هر چیزی که مخالفت داره با قوانین کشور ایران شما رفتار کردید و حالا موندنتون اونجا براتون حکم از دست دادن جانتون رو داره و اومدید اینجا. بدونید که با هر دلیل سیاسی دیگه اینها اصلا قبول نمی کنن و دیپورت می کنن. میگم حالا شاید شرایط قبل بود، مثل سابق بود، نگرتون میداشتن تا 5 سال یا 10 سال دیگه بعد راجبتون فکر میکردن، حالا یا میپذیرفتن یا دیپورت میکردن، ولی امروز روز با توجه به این اتفاقات که در منطقه رخ داده دیگه خیلی دور از ذهنه که به این راحتی دلایل پناهندگی شما رو بپذیرن. پس دوستان عزیزی که الان تصمیم گرفتید که برید از راه ترکیه وارد قبرس شمالی شید و بعد به طور غیر قانونی وارد قبرس جنوبی بشید و اینجا تقاضای پناهندگی بدید، یکم با مراعات بیشتر، با درایت بیشتر روی این قضیه فکر کنید و بعد تصمیم چنین کاری بگیرید. اگر من این ویدیو رو ساختم کاملا دلسوزانه بود، برای اینکه قلبم برای تک تک هموطنان میتپه. اصلا دوست ندارم روزی شاهد باشم که هموطنان نازنین من، زن و کودک، همسرانشون اینجا میان و خدایی نکرده مشکل دارن، مشکلات جدی دارن، یا به شکل خیلی ناراحت کننده ای مجبور میشن برگردن به ایران و بعد شرایط براشون سخت‌تر از گذشته بشه. غیر از این چیز دیگه ای نیست. من برای همه هموطنای عزیزم آرزوی سربلندی و موفقیت، خوشبختی، شادکامی و بهروزی در تمام سالهای زندگی دارم.
امیدوارم موفق باشید. ممنونم از اینکه تو این ویدیو با من همراه بودین. دوستدار همتون هستم. با امید دیدارتون در ویدیوهای بعدی.